های خودش. شمار معترضان قابل توجه هست، اما همچنان برای ما گزارش نشده که این اعتراض در کدام منطقه از واشنگتن انجام شده و میبینیم که پلیس وارد عمل شده و سعی داره معترضان رو متفرق کنه. بینندگان بزرگ، یادآوری میکنم که فردا هم قرار اعتراض بسیار بزرگی که گفته میشه بزرگترین اعتراض در تاریخ آمریکا خواهد بود در واشنگتن و در دیگر شهرهای آمریکا و در دیگر شهرهای جهان، کشورهای مختلف جهان برگزار بشه. پیش بینی شده که تنها در واشنگتن 200,000 نفر در اعتراض فردا علیه سیاست آقای ترامپ و علیه انتخاب شدن او به عنوان رئیس جمهور شرکت کنند. شماره نیروهای پلیس رو میبینید که قابل توجه هست در اعتراض امروز. اعتراضی که فردا، اعتراض 200,000 نفری فردا در واشنگتن سازماندهی شده توسط زنان است به دلیل سیاست های تحقیرآمیز آقای ترامپ علیه زنان و صحبت های تحقیرآمیزی که ایشون درباره زنان پیشتر به زبان آورده بودند از سال 2005 به این سو. و برخی از چهره های سرشناس آمریکا هم اعلام کردند که در تظاهرات گسترده فردا علیه آقای ترامپ شرکت خواهند کرد، از جمله چهره های سرشناس هنری مثل اسکارلت جوهانسون، کتی پری، شرلین سرکیسیان، جولیان مور و رابرت دنیرو. در کنار واشنگتن در دیگر شهرهای آمریکا هم این تظاهرات برگزار خواهد شد. اعلام شده که در 30 کشور دیگر از کلمبیا گرفته تا میانبار و حتی در عراق و عربستان سعودی هم فردا دقیقاً با این موضوع و محتوا قرار اعتراضی برگزار بشه. تاکنون اخبار مربوط به برگزاری 600 راهپیمایی در روز 21 ژانویه یعنی فردا در سراسر کشور مخابره شده، صرفاً برای دفاع از حقوق زنان در تظاهرات فردا مردم حاضر نخواهند شد. برخی برای حمایت از حقوق همجنسگرایان میان، برخی برای حمایت از حقوق مهاجران، گروهی برای دستمزد برابر، گروهی برای کنترل استفاده از اسلحه در آمریکا. تصاویر آنچه از واشنگتن در حال حاضر به ما میرسه نشون میده راهپیمایی به هیچ عنوان مسالمت آمیز نیست. تصاویر خشونت های معترضان رو داره نشون میده که به برخی از ساختمان ها حمله میکنن، شیشه ها رو میشکنن، سد های زباله رو به وسط خیابان پرتاب میکنند و باید ببینیم. که میبینید من فکر کنم که گروه خاصی هستند که همشون سیاه پوش هستند با ماسک و اینطوری که به نظر میرسه اینها سعی دارن که به همونطور که همکارم گفت به مغازه ها و مراکزی حمله بکنند و همونطور که در تصاویر مشاهده میکنید چوب به دست دارند و پلیس با گاز اشکاور با اونها مقابله میکنه. باید دید که تحولات دقایق آینده به چه صورت خواهد بود. آیا این اعتراضات کارش به جای باریک میکشه و بیشتر خواهد شد و یا اینکه پلیس موفق میشه که تظاهرکنندگان رو سرکوب بکنه و جلوی اونها رو بگیره؟ همونطور که خدمت